خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت تمامی دوستان عزیزم. بچه ما به عنوان تقریبا میشه گفت آخرین بحثی که از دوره RE داریم بحث ECMPه. البته من دو سه جلسه دیگه هم یه سری بحثا رو میخوام براتون توضیح بدم، ادامه داره، ولی یه بحثی رو داریم تحت عنوان ECMP. ECMP یا Equal Cost Multiple پت، یا اینی که آقا ما تجمیع پهنای باند انجام بدیم، به روش اینی که ما بتونیم چندین گیتوی داشته باشیم، به این روش میگن ECMP. ECMP زمان خودش خیلی خوب بود، خیلی کاربردی بود، ولی امروزه دیگه کاربردی نداره. و هدف از این سناریو این بود که شما هم بتونی تجمیع پهنای باند داشته باشی و همین که دیتا تو از مسیرهای مختلفی رد کنی. امروز این روش اصلا کاربردی نیست و برای که بخوام کاربردش کنم میان با یه سری روش‌های دیگه ترکیبش میکنن که حالا انشالله به جاش راجبش سناریوی تجمیع پهنای باند براتون صحبت خواهم کرد. بحث NTH, PCC اینجور بحثا رو صحبت خواهم کرد، ولی در این حد بدونید ECMP زمان خودش خیلی خوب بود، خیلی اوکی بود، برای سایت HTTP اوکی بود، ولی سایت HTTPS مشکل داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ECMP از چندین گیتوی استفاده میکنه. موقع سایت HTTP دارید استفاده میکنه، هیچ مشکلی نداره، دیتا از این مسیر میره، میتونه از یه مسیر دیگه درخواست دومش رو بفرسته. ولی موقعی که دارید با سایت HTTPS مثلا مثل سایت بانک کار میکنید، دیتا موقعی که از مسیر اول میره، مثلا برای اکانت آقای فرهی داره میره سمت بانک ملت، اگه درخواست دومش از مثلا اولی از سبانت بوده، دومی بیاد از مثلا از آرکس بره بیرون، این مشکلی که ایجاد میکنه، فکر میکنه از چندین مسیر و از چندین مبدا مختلف داره دیتا به سمتش میاد، پس اینو به عنوان اتک میشناسه، پس در نتیجه ECMP روز اول خیلی خوب بود ولی الان جوابگو نیست. شما میتونید ازش استفاده کنید، پیاده سازیش کنید و خیلی وقتا هم براتون تو آپدیت جدید میکروتیک درست کار میکنه، ولی در کل من پیشنهاد نمیکنم ازش استفاده کنید و انشالله به جاش PCC و NTH و سناریو توماس رو انشالله به امید خدا براتون حل خواهم کرد. ولی در کل برای که بدونید چجوری هست، نگاه کنید، این روتر ماست، دو تا مسیر به دنیای بیرون دارم. روتر بعدی یه دونه IPش هست 211.1، یه دونه روتر هست IPش هست 221. اینا گیتوی های من هستن. خب من برای که بخوام این کار رو بکنم کافی برم تو منوی IP route یه به علاوه بزنم. route 4.0/0 رو میگه به کجا میخوای بفرستی، میگم گیتوی من هست 92.168.210.1. ولی برای ECMP کار قشنگی که میشه کرد، میشه این فلش رو پایین رو زد و گیتوی دوم که 221 هست رو هم میشه براش اضافه کرد. به همین راحتی، به همین خوشمزدگی، خیلی زیبا، جمع و جور و باحال براتون کارتون رو انجام میده. ولی شاید یه سوال براتون پیش بیاد، خب اگر این اینترنت من مثلا 1 مگ بود ولی این 2 مگ بود، خب این داره الان ایکوال داره، این مساوی داره تقسیم میکنه، این یکی 2 مگه، من میتونم دوبار این رو وارد کنم. این دفعه میاد چیکار میکنه؟ به ازای هر دوباری که به این میفرسته، یه بار به این میفرسته. و از اون برای یه سوال دیگه که ممکنه تو ذهنتون نقش ببنده اینه که خب اگر مثال میزنیم این مسیر قطع شد، نصف دیتام لاست میشه. خیر، اگه خاطرتون باشه چک گیتوی رو براتون توضیح دادم، اگه چک گیتوی رو فعال کنید و یکی از این مسیرها قطع بشه، این دیتاش رو از روی مسیر دوم انتقال میده، دیتا رو کلن از روی مسیر دوم انتقال میده. تنها کاری که باید بکنید موقع نت نوشتن توی منوی IP firewall نت، اگه خاطرتون باشه ما میومدیم نتمون رو مشخص میکردیم، out interface رو، برای اینکه بخواید ECMP چون چندین گیتوی دارید، یا اینکه باید دوتا نت بنویسید، یه بار مثلا با اینترفیس اول بده بیرون، یه بار با اینترفیس دوم بده بیرون، یه راه حلش اینه، یا راه حل دومش اینه که مستقیم یه نت بنویسید و اوت اینترفیس رو توش مشخص نکنید، که این کار دومه زیاد کار درستی نیست، همون روش اول درسته. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشید. یه سناریو خیلی جمع و جور و کوچولو موچولو بود، یه جوری برای تجمیع پهنای باند براتون خیلی خوبه. امیدوارم لذت برده باشید، پایدار و پیروز باشید.